اینجا زمین از لحاظ تاریخی برمیگرده به یک سری روایت هستش که لشکر و پادگان عمر سعد همین اطراف بوده. خیلی از روایت ها تأکید میکنه که در همین منطقه پادگان عمر سعد بوده و خیمه‌گاه عمر سعد بوده. این هذا المكان كما يقول المؤرخون هو معسكر ابن سعد، يعني المكان الذي كانت جيوش ابن سعد عمر ابن سعد تتمركز هنا. این خاک، این خاکی که شاید جاهای لشکریان عمر سعد اینجا بودن، الان ببینید کیا اینجا هستن. خود عمر سعد لعنت الله علیه خوابش هم نمیتونست ببینه، خوابش هم نمیدید، خیالش هم نبود. نخل به قول عرب ها امنه انسانه. یکی از علتاش این که تاریخش با بشریت خیلی زیاد بوده، یکی از علتاش هم فکر کنم به خاطر اینه که نخل شباهت به انسان زیاد داره. یکی از شباهتاش اینه که اگه سر نخل کلش جدا بشه نخل میمیره، کل حیات نخل به اون سرشه. کل اینجا هم، این زمین هم با نخل تا خورده، با نخل هجین شده، با هم یه تنگیده شده. ما اینجا خیلی نخل داشتیم، ولی صدام ملعون فقط تقریبا 30 عدد نخل برای ما اینجا گذاشت. اینجا پر نخل. رسم بین اهالی کربلا روز عاشورا مراسمی به نام عزای طویریج، اینجا بعد از نماز ظهر عصر روز عاشورا اینجا تو این باقی که ما توش هستیم که متعلق به ابوی ماست، اینجا نماز ظهر عصرشو میخوندن مردم عزادار، و بعد از نماز عصر و ظهر و عصر با لبیک یا حسین یا حسین شروع میکردن به دوندگی و میرفتن سراغ حرم امام حسین علیه السلام، و بعد از امام حسین علیه السلام بازم با همون برنامه دوندگی میرفتن حرم ابوالفضل العباس علیه السلام. بر این اساس یک واقعه تاریخی رخ داد که شروع کردن از فکر کنم حالا علامه بهارالعلوم و امثالهم، از اون موقع ها شروع شد که یک عزایی از این مکان حرکت میکنه روزهای عاشورا به نام عزای طویریج. چون ما تو روایات داریم که ندای هل من ناصر ینصرنی، امام حسین بعد از نماز ظهر عصر شروع شد و نیاز به نصرت داشت، طبیعیه که مردم میخوان برن سراغ نصرت امامشون، باید یه حالت عجله‌ای، یه حالت دوندگی داشته باشن. تلبیه دادن ندا، اجابه دادن ندا امام معصوم با قدم زنان و دست به جیب که آدم که نمیره تلبیه بکنه برای کمک و نصرت امام حسین، قطعاً باید سراسیمه به سمت امام حسین حرکت بکنه. خب پدر بزرگ ما چون که اینجا عزای طویریج، مردم اینجا بعد از نماز ظهر نماز میخوندن تو همین زمین، همین الانش هم نمازه رو میخونن، نماز میخونن و از اینجا به سمت حرم امام حسین حق ولی کنون میرن. ابوی فکر کرد که این نمازگزاران نیاز به جای وضو دارن، نیاز به یک جای سایه‌ای دارن که نمازشون رو بخونن، فکر کردن که یه مسجد اینجا بسازن.
در اون روزایی که پدر بزرگ ما بودن، یه مدتی بود که حضرت امام رحمت الله علیه هم در نجف تشریف داشتن و هر شب جمعه ایشون تشریف مشرف می شدن کربلا. و سبحان الله، جوری بود که این دو بزرگوار، حضرت امام و پدر بزرگ ما، جد ما، خب خانواده ما از کلیدارای حرم حضرت ابوالفضل بودن. ایشون حضرت امام روبروی سر میشستن، ولی یه دیواری بود، پدر بزرگ ما این سمتش میشست. دقیقا یه جورایی میتونیم بگیم روبروی هم میشستن، با هم سلام علیک میکردن و فقط در حد سلام علیک، چیز دیگه بیشتر نبود. نه پدر بزرگ ما تو ذهنش بود که حضرت امام تو آینده چه خواهد شد، نه حضرت امام میدونست که یک مدتی خواهد اومد که پسر این سیدی که داره سلام علیک میکنه، یک ایدهی به ذهنش میرسه که نام حضرت امام هم توش باشه. فکر کردن که این به جای این که تنها مسجد باشه، یک مرکزی باشه به نام امام خمینی رضوان الله علیه. پدر ما حضور ما به ذهنش رسید که خب این یه مسجد باید ساخته بشه، وقت. خب چرا این مسجد یک فقط مسجد باشه، بیاد یک مجموعه کاملی باشه و نام این مجموعه هم به نام مبارک امام خمینی قدس الله سره شریف نامیده بشه. با عزیزان توی هیئت سالار زنجان صحبت شد که بلخص مدیتی رسولی عزیز و محمد عزیز ما که اینجا موکب ساخته میشه برای امام حسین، و ما هم سعیمون به اینه که موکب باشد، مسجد باشد، مرکز امام هم باشد. چرا هیئت سالالله زنجان؟ یه بنده خدا اومد گفت ما دنبال یه زمینی هستیم که خیلی بزرگ باشه. گفته بود از سابقون اولائک المقربون. بعضیا بالاخره تو این تیه طریق هر کسی، تو این مسیر هر کسی، خب یه جایگاه ویژه‌ای دارن. گفتم چقدر خوبه؟ گفت 4000-5000 متر. گفتیم خب ما این زمینو داریم. یار روزهای آغازین و سخت نهضت ما بوده، شاید مثلا اصرارش و پافشاریش و استقامتش بیتار و سر کربلا و قرقه کربلا نبود، خب خیلی از کارا محقق نمیشه. الحمدلله اینجا الان یه چشمه‌ای برای ما شده، واقعا یه افق تازه رو تو مجموعه باز کرده. خدا لطف کرد که ما رو با این بچه ها آشنا کرد که این پروژه اینجوری رقم بخوره. کربلا برای ما یه افقه و این افق باید فتح بشه. انگار کربلا آخر دنیاست، انگار کربلا اون منزل آخره، انگار اصلا کربلا اون محلیه که شما رو باید تا عرش الله بالا ببره. اینها بچه های انقلاب هستن و تو انقلاب خون دادن و تو جنگ تحمیلی شرکت کردن و خیلی شهید دادن. اطمئن تو جاهایی که باید حضور پیدا کنیم و حضور پررنگ داشته باشیم نباید غافل بشیم. به نظر من کربلا جزو اونجاست که مطلقا نباید ما توش غیبت بخوریم. کلاس درسی است که حتما باید ما همیشه شاگرد اولش باشیم انشاءالله. باید همیشه اون تیک حضورمون از همه زودتر زده بشه. و تقریبا همه این صحبت ها با خدا رحمتش کنه حاج قاسم مطرح شده بود و اون هم خیلی تشویق کرد این مسئله را، و ما هم انشاءالله به حوله قوه الهی سعیمون اینه که انشاءالله این ساخته بشه و بتونیم یک مرکزی برای خدمت به خط امام و اسلام اصیل تو کربلا داشته باشیم. خیلی از کارها اینجا قرار اتفاق بیفته در این روزهای آخر.
زمان. این همه زحمت هایی که داریم میکشیم انشالله رحمان همش مقدم ساز ظهور آقا باشه. الحمدلله هیئت سار الله هیئت انقلابی ولایی خط امامی بتونه از این پایگاه استفاده خوبی داشته باشه. خیلی ارگان ها علاقمند بودن که بیان توی این زمین کار بکنن، ولی اعتقاد ما اینه که مثال بخوام بزنم، مثل ذریع امام حسین که حضرت آقا تاکید داشت که مردم بیان زیر کارو بگیرن. بچه های سار الله واقعا حقی به گردنمون دارن که پذیرفتن ما در خدمتشون باشیم. ما هم بالاخره این زمین را برای خدا و انشاءالله اعمال خیر وقف کردیم و شما و به قول معروف این بینشش دارید، زمینش دارید. ماشاءالله این همه جوانهای انقلابی هستن که دوست دارن یه خدمتی انجام بدن. این واقعا یه فرصتیه برایشون که بتونن از این فرصت استفاده کنن و وظیفه شرعیشون را انجام بدن. یه امانتی از گردنم به گردن حاج مهدی میخوام تحویل بدم. شاید ما باورم نمیکردیم. من به آقا محمد عرض میکردم، بودم آقا محمد تقریبا اول سال 90 بود تو گلزار شهدای زنجان، وقتی یه حسینیه میدادیم تقریبا فکر کنم برناز این یکی حسینیه، این حسینیه برادرها. بودم باور میکنید 10 سال گذشته و ما حالا باید رسالت داریم که دقیقا تو کربلا دو برابر حسینیه که تو زنجام و گلزار شهدا زده بودیم اینجا باید احتاس کنیم. واقعا فرصتی بهتر از زائر امام حسین که اومده اینجا پیش امام حسین، دلش رقیق شده، روحیه شفاف شده، آماده است، زمینش آماده است، مثل یک زمینی آماده است، نیاز به یک بارون داره، چند چیکه آب این سبزهاش رشد میکنه. اصلا نوکری واسه ابا عبدالله شیرینه، هر چقدرم سخت باشه خود ابا عبدالله واسه سبکش میکنه. این حسینی هم صرفا قرار نیست برای یک مثلا 10 روزه 15 روزه 40 اتفاق بیفته. اینجا به حول قوه الهی چشمه ایست. من گاهی به دوستان و رفقام که خادمایی که با هم کار میکنیم میگم که افق ما افق صرفا چند روز خدمات تو 40 نیست، کما اینکه موضوعیت داره. حضور یک حضور جاپا باز کردن در ظهوره. خدا به نیت ها میده دیگه. ما هم نیتمون صرفا یه کار چند روزه نیست، نیتمون بلنده. انشالله که حالا خدا به نیت ها توجه کنه و به اندازه اون آرزویی که نسبت به او داریم برای خدمت انشالله به ما عنایت کنه. یا حسین بضماینا صحنا بیک آمنا لا صحة عواطفها لا دعوة ومجرد راي هذه من مبادئنا صحنا فيك آمنا. يا حسين بظلم عيرنا صحنا بيك آمنا يا سادة على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. من تيم عمره
40 سالی که خدا به هم تاله داده با هیئتی جماعت دو جماعت زیاد گشتم، زیاد دیدم، ولی راستشو میخوام بگم تو عمرم از این بچه ها با اخلاص تر آگاه بصیرت داشته باشن من ندیدم. مولا یا ابا عبدالله، این بچه هایی که اینجا نشستن، این خاک ها تو این ورزا، من ناچیز، من گناهکار، من ناپاک، تو عمرم چقدر جاها بودم مثل این بچه ها من ندیدم. هذا ما استطعنا ان نقدمه لرسالتك. لا من نگاه کن همون حالت، نمیتونی تشخیصش بدی که کجاست، نمیتونی تشخیص بدی. من وقتی رهبر یک مجموعه جلو باشه توی خط باشه یعنی تیمونی، میگفت جبهه ما این بود که میگفت بیا، بابا نبود. اینا به اونا اقتدا میکنن، به بچه ها میگه بیا، نمیگه برید انجام بدید. ورحم الله الشاعر الذي أنشد إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خليل. بچه ها به اقتدای امیت ها بیان با دل و جان با اخلاص کار بکنن بدون هیچ طمعی، بدون هیچ پاداش معینی، همش همه عشق و اون چیزی که تو ذهنشون باشه امام حسین باشه. وأشهد أنك قدمت كل ما يمكن أن يقدمه ولي من أولياء الله. والله این ساخته، این سازه بهونه است. سرمایه مذهب، سرمایه هیئت، این سازه ها نیست، این بچه ها، این کادران، اینان که فرق میکنن. بلا این سازه هر جا میتونه باشه، هر جا میشه تحمیلش کرد. قدمت ابنك الرضيع وقدمت علي الاكبر وقدمت العباس عليه السلام واخوانه الثلاثه وسويت زينب وعيالك. اینجا زحمت میکشن تو زمستون، تو گل و لای، تابستون، تو گرمای شدید، با امکانات واقعا متواضع و کمی که هست. فكل ما يمكن ان نقدمه نحن لا يمكن ان يكون قطره في بحر جودك يا ابا عبد الله. هرگز زیاد از آن زهرا نمی‌رود. یک لحظه کسی که برای تو خاک. فتقبل منا هذا القليل ووفقنا لنكون اهلا لتحمل هذه الرساله. اینجا یه پادگانی بشه برای حضرت صاحب. والسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا.